دو سه تا بازیکن استقلال حوالی محوطه جریمه هستن، بقیه بازیکن استقلال همون وسط زمین وایسادن و نگاه میکنن. منتظری، منصوریان میفرسته به عام، موقعیت هست برای تیم استقلال، حالا این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. مجیدی گل اول رو برای تیم استقلال میزنه. تجربه دو بازیکن کهنه‌کار به یاری تیم استقلال میاد و استقلال رو به گل میرسونه. پاس عالی منصوریان، حرکت فرهاد مجیدی و این بازیکن تکنیکی موفق میشه گل اول بازی رو برای استقلال بزنه. اولین فرصت جدی استقلال یه گل رو به همراه داره. تصویر آسته هنر منصوریان رو نشون میده. پاس چیپ او به درون محوطه جریمه، جاموندن علیرضا نور محمدی و حرکتی که مجیدی انجام میده، حرفه‌ای ضربه‌اش رو زد. نگاه کنید، اصلا استوب نکرد. اگر استوب میکرد به احتمال بسیار زیاد این توپ از دست میرفت. اشتباه بزرگ رو علیرضا نور محمدی انجام داد و از قفلت این بازیکن مجیدی استفاده میکنه. شمع گلزنی خودش رو هم یه بار دیگه به نمایی. منصوریان، انتقال بازی به سمت راست، خوب داره از تجربهش استفاده میکنه منصوریان. حالا یاران استقلال به دروازه نزدیکتر شدن. جباری دوباره به منصوریان، خود منصوریان، ضربه سنگینه او، فرصت برای مجیدی، مجیدی و توی دروازه. گل دوم برای استقلال به وسیله فرهاد مجیدی. خودش و تیمش رو دو گله میکنه. خود استقلالیان فکر نمیکردن در مقابل این حریف سرسخت بتونن به این راحتی به دو گل برسن. دو فرصت، دو گل برای استقلال. فرهاد مجیدی نشون میده که یه مهاجم آماده است. باز هم منصوریان تاثیرگذار بود. او یه دونه شوتای قدیمی شو راهی دروازه کرد و در یه رفت و برگشت از ریباند توپ استفاده کرد فرهاد مجیدی و در تلاش دوم دروازه رو باز کرد. و کاسپاروف برای بار دوم شاهد عبور آروم توپ از خط دروازه‌اش بود. نگاه کنید، این ضربه اول بلوکه میشه و خودش با یه بغل پای آروم دروازه رو باز میکنه و به برهانی نشون میده که راه گل زدن در استقلال به چه ترتیبه و با یه ضربه آروم هم که دارن خودشون رو گرم میکنند. احتمال حضور فرزاد حاتمی با توجه به شرایط بازی هست در خط حمله. اما موقع برای تیم استقلال این پاسه در عرض که بیفایده است. استقلال به دنبال گل سوم هم هست، هرچند که اونا بازی بسته تری رو دارن انجام میدن نسبت به حریفشون. اصغری پشت محوطه جریمه، این پاس کوتاه، فرصت برای تیم راه آهن و توی دروازه. گل برای تیم راه آهن. اصغری حساب کار رو 2-1 میکنه. حالا راهنی ها خطرناک میشن برای تیم استقلال. استقلالی که تجربه چنین وضعیتی رو داره، یعنی بازی 2-0 برده رو اونا هفته گذشته 3-2 باختن. تعویض در ترکیب تیم راه آهن، امین ترکاشوند به زمین بازی خواهد رفت، زمینی که تصویر آیسته رو هم میبینید. علیرضا محمد این ضربه زمینی رو راهی دروازه کرد. طالبلو تو برگشت داد، جایگیری اشتباه مردان دفاعی استقلال که فرصت داد به هادی اصغری که از ریباند توپ استفاده بکنه و توپ رو وارد دروازه بکنه. طالبلو در مورد توپ دوم دیگه نتونست کاری انجام بده. حالا استقلالی ها رو به حمله میارن.